دوستان، مبحث بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم مبحث تراز شدت صوته. بنابراین مبحث بعدی ما تراز شدت صوته. خب دوستان، آقای گراهام بل صداهایی رو با شدتهای مختلف تولید کرد. در محل گوش شنونده یا شنونده ها شدت این اصوات و اندازه گرفت و بلندی هر صدا را که شنونده یا شنونده ها احساس می کردن نوشت. متوجه شد که گوش انسان صداهای مختلف رو با یک دیگه مقایسه می کنه تا بفهمه که کدام یک از این صداها بلندتره. بنابراین پیشنهاد کرد که یک صدایی رو به عنوان صدای مبنا یا صدای مبدأ و مبنای مقایسه انتخاب کنیم. ایشون شدت صوت آستانی شنوایی گوش انسان سالم برای بسامد 1000 هرتز را به عنوان شدت صوت مبنا انتخاب کرد. اگر بیاد داشته باشید، این شدت برابر بود با 10^-12 وات بر متر مربع و پایین ترین شدتی است یا کمترین شدتی است که گوش انسان سالم تقریبا میتونه بشنوه. البته برای بسامدهای 2000 تا 5000 هرتز گوش انسان یک کمی تیزتره و اصواتی با شدت کمی کمتر از 10^-12 وات بر متر مربع نیز میتونه بشنوه. اما ما میتونیم بگیم که پایین ترین شدتی که گوش انسان سالم میتونه بشنوه تقریبا 10^-12 وات بر متر مربع. بنابراین ایشان شدت صوت برای بسامد 1000 هرتز در آستانه شنوایی گوش انسان سالم رو به عنوان شدت صوت مبنا برگزید و همچنین گفت اگر صوتی شدتش برابر شدت صوت مبنا باشه بلندیشو 0 انتخاب میکنیم. این مثل انرژی پتانسیل گرامشی است. گفتیم وقتی که جسم در مبدا پتانسیل قرار داره انرژی پتانسیل گرامشی دستگاه رو 0 انتخاب میکنیم. خب ایشان شدت صوت مبنا را برابر 10^-12 وات بر متر مربع انتخاب کردن. این شدت صوت مبنا که با I0 نمایش داده میشه و شدت صوت مبنا را به این شیوه تعریف میکنند، شدت صوت مبنا یا I0. شدت صوت بسامد 1000 هرتز در آستانه شنوایی گوش انسان سالم که برابر 10^-12 وات بر متر مربع است را شدت صوت مبنا می نامد. بعد آقای گراهام بل آمد صداهای مختلفی رو تولید کرد، شدت صوت مربوط به هر صدا را در محل گوش شنونده اندازه گرفت و از شنونده خواست که بلندی هر صدایی که به گوشش میرسه با بلندی صدای مبنا
مقایسه کنید. ایشون نتایج آزمایشات خود رو در یک جدول نوشت. هیکس تون این جدول رو به آی بر آی صفر اختصاص داد و دستون دیگه نوشت بلندی صدا، بلندی صدایی که شنونده احساس میکنه. خب قبلا گفته بود اگر شدت یک صوت برابر شدت صوت مبنا باشه، یعنی آی بر آی صفر بشه یک، بلندی صدا صفر میشه. و ایشون آمد صوتی رو تولید کرد که شدت این صوت ده برابر شدت صوت مبنا بود. دید بلندی صدایی که شنونده احساس میکنه یک واحد بیشتر از حالت قبلی است که شدت صوت برابر شدت صوت مبنا بود. ایشون آمد شدت صوت رو 100 برابر شدت صوت مبنا گرفت. خب دید بلندی صدایی که شنونده احساس میکنه دو واحد بیشتر از حالتی است که شدت صوت شدت صوت مبنا باشه. خب بعدا آمد شدت صوت رو نسبت به شدت صوت مبنا 1000 برابر کرد. دید که بلندی صدایی که شنونده احساس میکنه 3 واحد بیشتر از حالت اول ماست. باز هم ادامه داد شدت صوت و نسبت به شدت صوت مبنا 10000 برابر کرد. خب دید بلندی صدایی که شنونده احساس میکنه 4 واحد بیشتر از حالت اول. خب وقتی به نتایج این جدول نگاه کرد دید اگر شدت صوتی 10 برابر بشه، این دو تا سطر رو با هم مقایسه کنید. خب دید اگر شدت صوتی 10 برابر بشه بلندی صدا 2 برابر میشه، یعنی بلندی صدا با شدت صدا رابطه مستقیم نداره. خب ایشون آمد نمودار بلندی صدا بر حسب آی بر آی صفر رو رسم کرد. خب این بلندی صدا میشه محور قائم ما و محور افقی آی بر آی صفر. خب اگر آی بر آی صفر 1 باشه بلندی صدا میشه 0، این نقطه میشه. اگر آی بر آی صفر 10 باشه بلندی صدا میشه 1، این نقطه میشه. اگر آی بر آی صفر 100 باشه بلندی صدا میشه 2. البته نسبیست. خب این نمودار رو وقتی رسم کرد نموداری بدین شیوه به دست آمد. خب دید که این نمودار یک تابع لوگاریتمی است، بنابراین ایشون پی برد که بلندی صدا تابعی است لوگاریتمی از شدت صوت به شدت صوت مبنا. یعنی به این نتیجه رسید که بلندی صدا که اونو با بتان نمایش داد برابر با لوگاریتم آی بر آی صفر. خب بنابراین درک ما از شدت صوت یعنی بلندی یه صوت تابع لوگاریتمی است از شدت صوت. خب این میشه x، نه میشه y. خب
این متغیر مستقل میشه، اینم متغیر وابسته. وقتی شدت صوت تغییر میکنه، بلندی صدا هم تغییر میکنه. خب در این رابطه بلندی صدا را که با بتا نمایش میدیم اسمش رو گذاشت تراز شدت صوت. آی که شدت صوتی بود که شنونده به گوشش میرسید، شدت صوت. خب آی صفر هم که میشه شدت صوت مبنا. برای واحدش هم رابطه رو دوباره می نویسیم. در اینجا بتا برابره با لوگاریتم آی بر آی صفر. خب واحد آی با واحد آی صفر باید یکی باشه. خب اگر این وات بر متر مربع باشه، اینم وات بر متر مربع. اگر این میکرووات بر متر مربع، اینم میکرووات بر متر مربع. اینم چی به دست اومد؟ واحد تراز شدت صوت در دستگاه SI بله. به افتخار بل واحد تراز شدت صوت رو بل نامیدن. خب این عبارت لوگاریتم آی بر آی صفر این بر حسب بله. خب اگر بخوایم اینو بر حسب دسیبل به دست بیاریم، باید ضرب در 10 کنیم، دسیبل به دست بیاریم. بنابراین میتونیم این رابطه رو به دین شیوه بنویسیم: بتا مساوی با 10 لوگاریتم آی بر آی صفر، که در اینجا تراز شدت صوت بر حسب دسیبله. آی هم که با آی صفر باید هم واحد باشن. آی که شدت صوته، این هم شدت صوت مبناست و بتا هم تراز شدت صوت. ولی اگر بنویسیم بتا مساوی با 10 لوگاریتم آی بر آی صفر، واحد بتا میشه دسیبل. خب حالا یک مسئله راجع به این فرمول حل میکنم. اما مسئله اول رو روی تخته نوشتم، ابتدا خلاصش رو یادداشت میکنم و بعداً مسئله رو حل میکنم. اما دوستان لطف کنید قبل از مشاهده حل من خودتون مسئله رو حل کنید و بعداً حل خودتون رو با حل من مقایسه کنید. خب مسئله ما میگه در هر دقیقه به سطح میکروفونی 96 صدم نانو ژول انرژی صوتی میرسه. میگه در زمان تی مساوی با یک دقیقه که یک دقیقه برابر 60 ثانیه است، در 60 ثانیه انرژی که به سطح میکروفون میرسه ای برابر 96 صدم نانو ژوله. خب میتونیم 96 صدم رو بدین صورت بنویسیم: 96 ضرب در 10 به توان منفی 2 نانو ژول هم که میشه 10 به توان منفی 9 ژول. خب در نتیجه میتونیم ایو بنویسیم 96 ضرب در 10 به توان منفی 11 ژول. خب میگه اگر سطح میکروفون عمود بر راستای انتشار صوت باشه و تراز شدت صوت دریافت شده در سطح میکروفون 24 دسیبل باشه، یعنی بلندی صدایی که در سطح میکروفون احساس میشه، یعنی بتا برابر 24 دسیبل باشه، میگه مساحت سطح میکروفون چند سانتی متر مربع. مساحت سطح میکروفون رو از ما خواسته ای، اما بر حسب سانتی متر مربع. باید حتما بر حسب سانتی متر مربع به دست بیاریم. خب آی صفر شدت صوت مبنا رو گفته. فرض کنید آی صفر یا شدت صوت مبنا 10 به توان منفی 12 وات بر متر مربع. خب
لوگاریتم دو رو هم داده 3/10، بنابراین ما لوگاریتم دو رو برابر 3/10 میگیریم و از جذب انرژی صوتی در محیط صرف نظر کنیم. خب میگه وقتی صوت در هوا منتشر میشه تا به سطح میکروفون میرسه، انرژی صوتی توسط محیط جذب نمیشه. خب این سوال در آزمون گاج نهم اسفند 1398 یعنی آزمون اخیر گاج مطرح شده. سوال خیلی جالبی. خب دوستان اگر دقت کنید در اینجا تراز شدت صوت رو داره، بنابراین ما میتونیم فرمول تراز شدت صوت رو بنویسیم بتا برابر با 10، چون اینجا واحد دسیبل داده، میتونیم بنویسیم 10 لوگاریتم آی تقسیم بر آی صفر. خب بتا برابر 24، خب مساوی با 10 لوگاریتم آی بر آی صفر. خب فعلا آی صفر رو جایگذاری نمی کنم. خب طرفین این رابطه رو تقسیم بر 10 می کنم، به دست میاد 2/14 مساوی با لوگاریتم آی بر آی صفر. خب اما 2/14، خب ببینیم 2/14 چند میشه. 2/14 برابره با، خب باید کاری کنیم که این 3/10 پیداش بشه. خب اگر 2/14 رو تقسیم بر 3/10 کنیم میشه 8، میشه 8 ضرب در 3/10. خب بنابراین ما میتونیم بنویسیم 8 ضرب در 3/10 هم که برابر لوگاریتم 2. خب در نتیجه میتونیم بنویسیم 2/14 برابر ما. خب قبلا گفتیم که لوگاریتم a به توان n برابر با n لوگاریتم a. خب در اینجا n لوگاریتم a رو داده، بنابراین معادلش میشه لوگاریتم a به توان n میشه لوگاریتم 2 به توان 8. خب در نتیجه میشه لوگاریتم 2 به توان 8 میشه 2 به توان 4 ضرب در 2 به توان 4، یعنی 16 ضرب در 16 که برابر 256 میشه. خب در این رابطه بالایی ما به جای 2/14 معادلش رو قرار میدیم لوگاریتم، یعنی 2/14 میشه لوگاریتم 256 برابر با لوگاریتم آی بر آی صفر. لوگاریتم دو عدد با هم دیگه برابرن، بنابراین میتونیم بنویسیم که این دو عدد با هم دیگه برابرن، یعنی آی بر آی صفر برابر با 256. خب آی میشه 256 ضرب آی صفر، آی صفر هم که 10 به توان منفی 12 است، واحدش هم میشه وات بر متر مربع. خب شدت صوت در سطح میکروفون به دست آمد. خب شدت صوت در سطح میکروفون وقتی به دست میاد، خب این شدت صوت برابر با انرژی که به سطح میکروفون میرسه تقسیم بر زمانی که این انرژی به سطح میکروفون میرسه تقسیم بر مساحت سطح میکروفون. ما این رابطه را برای شدت صوت داشتیم. خب در اینجا A مجهوله، بنابراین میتونیم به جای A، خب جای A و I رو عوض کنیم. خب میشه A برابر با E تقسیم بر IT. خب در نتیجه ما میتونیم بنویسیم A برابر با، خب E بر حسب جول میشه 96 ضرب در 10 به توان منفی 11 جول.
آی شدت صوت در سطح میکروفون. خب 256 ضرب در 10 به توان منفی 12. زمانی که انرژی به سطح میکروفون میرسه 60 ثانیه. خب میتونیم این دوتا را با هم دیگه ساده کنیم. خب 60 تقسیم بر 6 میشه 10. 96 رو تقسیم بر 6 میکنیم. ببینیم چند به دست میاد. 96 تقسیم بر 6 یک شیشی میشه 3. اینجا 6 میشه 9 منهای 6 میشه 3. 36 هم تقسیم بر 6 میشه 6 که 96 تقسیم بر 6 میشه 16. خب در اینجا ما میتونیم دوباره بنویسیم 16 ضرب در 10 به توان منفی 11 256 ضرب در 10 به توان منفی 12 ضرب در 10 به توان 1 میشه 10 به توان منفی 11. خوشبختانه این دوتا 10 به توان منفی 11 با هم ساده میشن. 16 تقسیم بر 16 میشه 1. 256 تقسیم بر 16 میشه 16. خب این برابر میشه با 1/16 متر مربع. اما اگر بخوایم متر مربع رو به سانتی متر مربع تبدیل کنیم، باید عدد داده شده را در 10 به توان مثبت 4 ضرب کنیم. یعنی 1/16 متر مربع برابر است با 1/16 ضرب در 10 به توان مثبت 4 یا 10,000 سانتی متر مربع. خب 10,000 رو تقسیم بر 16 می کنیم. خب 10,000 تقسیم بر 16. خب 100 میشه 6. 6 ضرب در 6 میشه 36. 6 یکی میشه 6 به اضافه 3 میشه 96. خب این میشه 4 40. 2/16 میشه 32. این میشه 8. 80 هم میشه 5. 5 تا 6 میشه 30. 5 یکی 5 به اضافه 3 میشه 80. خب در نتیجه این تقسیم میشه 625 سانتی متر مربع. اما اگر بخوایم بلندی دو صدایی رو که میشنویم با هم دیگه مقایسه کنیم، باید تفاوت تراز شدت آن دو صوت رو به دست بیاریم. بنابراین میخوایم اختلاف یا تفاوت تراز شدت دو صوت رو به دست بیاریم. فرض کنید دو صوتی که ما میشنویم یکیشون شدتش I1 باشه و شدت دیگری I2. اگر شدت یک صوت I1 باشه، بلندیش یا تراز شدتش برابر با 10 لوگاریتم I1 بر I0. و اگر شدت یک صوت I2 باشه، تراز شدت آن صوت میشه 10 لوگاریتم I2 بر I0. اما تفاوت تراز شدت دو صوت میشه بتا 2 منهای بتا 1 که برابر با بتا 2 میشه 10 لوگاریتم I2 بر I0. منهای بتا 1 هم میشه 10 لوگاریتم I1 بر I0. خب میتونیم در اینجا از 10 فاکتور بگیریم، بنابراین میتونیم بنویسیم بتا 2 منهای بتا 1 برابر با 10 لوگاریتم I2 تقسیم بر I0 منهای لوگاریتم I1 تقسیم بر I0. خب اگر روابط لوگاریتمی رو یادتون باشه، ما نوشتیم که لوگاریتم
آ تقسیم بر بی میشه لوگاریتم A منهای لوگاریتم B. خب در اینجا طرف دوم رو، یعنی طرف دوم این رابطه رو داده، بنابراین ما میتونیم طرف اولش رو بدین شیوه بنویسیم، یعنی معادلش رو. معادل این میشه بتا 2 منهای بتا 1 برابر با 10. خب لوگاریتم آی منهای بتا داره برابر با لوگاریتم آی تقسیم بر بی، آی 2 بر آی 0 تقسیم بر آی 1 بر آی 0. خب میتونیم بنویسیم 10. خب لوگاریتم، خب دور در دور، نزدیک در نزدیک، میشه آی 2 آی 0 میشه آی 1 آی 0. خب آی 0 با آی 0 حذف میشه، در نتیجه میشه 10 لوگاریتم آی 2 بر آی 1. یعنی اختلاف تراز شدت دو سود به دست آمد 10 لوگاریتم آی 2 تقسیم بر آی 1. خب اگر کمیت های موجود در این رابطه رو بنویسیم، این کمیت خب بتا میشه تراز شدت صوت، اما بتا دو تراز شدت صوت دومه، بتا یک تراز شدت صوت اوله. خب ده که عدده، این هم میشه شدت صوت دوم، این هم میشه شدت صوت اول. خب واحد هاشون هم که من اینجا می‌نویسم، بتای دوی منهای بتای برابر با 10 لوگاریتم آی 2 تقسیم بر آی 1. خب واحد این دوتا باید یکی باشه، اما واحد هاشون در دستگاه SI واحد بر متر مربع، وات بر متر مربع. چون اینجا ضریب لوگاریتم دست، این واحدشون دسیبل میشه، میشه دسیبل، اینم دسیبل میشه دسیبل. مسئله ما میگه شدت صوت در فاصله 10 متری از یک چشمه صوت برابر 25 ضرب در 10 به توان منفی 4 وات بر متر مربع. خب یک چشمه صوت رو داریم، S چشمه صوت ما باشه. میگه وقتی که شنونده در فاصله 10 متری قرار داره، آره مساوی با 10 متر در نقطه 1 قرار داره، شدت صوت در این نقطه، یعنی آی 1 برابر با 25 ضرب در 10 به توان منفی 4 وات بر متر مربع. خب تراز شدت صوت در فاصله 20 متری، وقتی فاصله دو برابر میشه، خب میگه تراز شدت صوت در فاصله 20 متری از این چشمه صوت چند واحد SI است؟ خب R2 20 متر، خب این میشه نقطه دوم. میگه در نقطه دوم تراز شدت صوت رو به دست بیاری، بتا دو این نقطه دوم باشه. خب تراز شدت صوت در اینجا چند واحد SI؟ باید این خیلی دقت کنیم. خب واحد شدت صوت، واحد تراز شدت صوت در دستگاه SI بل، نه دسیبل، بنابراین باید بر حسب بل به دست بیاریم. خب آی صفر برابر با 10 به توان منفی 12 وات بر متر مربع، لوگاریتم 5 هم برابر با 17، و از جذب انرژی صوتی در محیط صرف نظر کنید. میگه انرژی توسط محیط در بین چشمه و شنونده اصلا یا شنونده ها تلف نمیشه و جذب نمیشه توسط محیط. خب این سوال
در آزمون گاج نهم اسفند 98 یعنی آزمون اخیر گاج مطرح شده. خب سوال خیلی جالبیه، اما بتال رو میخواییم. خب ببینید، اگر من رابطه اختلاف تراز شدت دو سود رو در این دو نقطه بنویسم که به گوش شنونده میرسه، بتا دو منهای بتا یک میشه 10 لگاریتم آی دوی تقسیم بر آی یک. حتما این یادتون نره، وقتی بتا دو اینجاست آی دو صورت این کسر میشه، وقتی بتا یک اینجاست آی یک در مخرج قرار میگیره. بتا یک اینجا باشه آی یک در مخرج این کسر قرار میگیره. خب در اینجا اگر ما بخوایم اختلاف تراز شدت دو سود رو محاسبه کنیم، باید آی دو بر آی یک رو داشته باشیم. بنابراین من در اینجا آی دوی تقسیم بر آی یک رو محاسبه می کنم، نسبت شدت دو سود رو به یک دیگه. خب رابطش رو قبلا گفتیم، با مجذور دامنه چشمه سود رابطه مستقیم داشت، برامه میشه آی دو بر آی یک به توان دو، با مجذور فرکانس چشمه های موجه چشمه سود باز هم رابطه مستقیم داشت، برامه میشه اف دو بر اف یک به توان دو، و با فاصله از چشمه سود یعنی با مجذور فاصله از چشمه سود رابطه بارون داشت شدت سود، بنابراین میشه آر یک بر آر دو به توان دو. در اینجا چشمه سود فرقی نکرده، بنابراین آی دو و آی یک یکیه، این میشه یک، اف دو اف یک یکیه، این میشه یک. در نتیجه ما میتونیم بنویسیم آی دو بر آی یک برابر است با آر یک میشه 10 متر و آر دو 20 متر فاصله نقطه دوم تا چشمه سود. خب به توان دو میشه، این حتما یادمون نره، میشه 1/4. خب میتونیم در رابطه بالا، یعنی این رابطه را اگر رابطه یک بنامیم، در این رابطه ما نسبت آی دو بر آی یک رو جایگذاری کنیم. بنابراین بتا دوی منهای بتا یک یا دلتا بتا میشه 10 لگاریتم 1/4. خب میشه 10 لگاریتم. لگاریتم ای برگی میشه لگاریتم آی منهای لگاریتم بی. بنابراین میشه لگاریتم یک منهای لگاریتم 4 که میشه 2 به توان 2. خب در نتیجه ما میتونیم بنویسیم بتا دوی منهای بتا یک برابر با 10 لگاریتم 1 میشه 0. لگاریتم 2 به توان 2 میشه -2 لگاریتم 2. خب این میشه -20. لگاریتم 2 هم که 3/10. خب اینجا این دوتا این صفر با اشار میره، میشه -6 دسیبل. این اختلاف تراز شدت دو سوده. خب منفی به دست اومد، یعنی بتا دو کمتر از بتا یکه. خب وقتی ما از چشمه سود دور میشیم شدت سود کاهش پیدا میکنه و در نتیجه بلندی که احساس میکنیم کمتر میشه. خب در نتیجه بتا دوی منهای بتا یک شد -6 دسیبل. اینو رابطه دومینامی. خب اما ما بتا دو رو میخواییم، بنابراین باید بتا یک رو به دست بیاریم. بتا یک تراز شدت صوتی یک میشه 10 لگاریتم آی یک بر آی صفر. خب در نتیجه بتا یک برابر با 10 لگاریتم آی یک. آی یک میشه 25 ضرب در 10 به توان -4. آی صفر هم که داده 10 به توان -12. خب میشه 10 لگاریتم
خب 25 ضرب در، خب این 10 به توان منفی 12 میره بالا، میشه 10 به توان مثبت 12. بنابراین میشه 10 به توان مثبت 8. خب 10 لوگاریتم ای ضرب در بی میشه لوگاریتم ای به اضافه لوگاریتم بی. بنابراین ما می‌نویسیم لوگاریتم 25 به اضافه لوگاریتم 10 به توان 8. در نتیجه ما میتونیم بنویسیم بتا 1 برابر با، خب میشه 10 لوگاریتم 25 میشه 5 به توان 2. بنابراین میشه لوگاریتم 5 به توان 2 به اضافه لوگاریتم 10 به توان 8 میشه 8 لوگاریتم 10. خب باز هم میتونیم ادامه بدیم، میشه 10، خب این میشه 2 لوگاریتم 5 به اضافه 8 لوگاریتم 10 هم که 1 میشه، این لوگاریتم ده برابر 1. خب در اینجا باز هم میتونیم بنویسیم، خب 10 ضرب در 2 لوگاریتم 5 رو داره 7 دوام به اضافه 8. خب در اینجا 2 ضرب در 7 دوام میشه 1 و 4 دوام به اضافه 8 میشه 9 و 4 دوام ضرب در 10 میشه 94 دسیبل. اما بتا 2 منهای بتا 1 خب برابر منفی 6 دسیبل، بنابراین از رابطه دو میتونیم نتیجه بگیریم بتا 2 منهای بتا 1 که به دست اومد 94 دسیبل برابر با منفی 6. در نتیجه ما داریم بتا 2 برابر با منفی 6 به اضافه منفی 94 میره طرف راست، میشه به اضافه 94. خب 94 منهای 6 میشه 88، یعنی بتا 2 میشه 88 دسیبل. خب اما از ما خواسته بتا 2 رو بر حسب واحد اسپای به دست بیاریم، یعنی بر حسب دل، نباید اشتباه کنیم، نباید گزینه دو رو بزنیم. خب 88 ضرب در دسیبل میشه 10 به توان منفی 1 دل، یعنی میشه 8 ممیز 8 دهم دل، یعنی گزینه 1 درسته. اما به اختلاف تراز شدت دو صوت بلندی نسبی هم میدیم. بنابراین اگر از ما خواستن بلندی نسبی رو تعریف کنید، میگیم بلندی نسبی یعنی بلندی نسبی به تفاضل تراز شدت دو صوت میگویند. خب یعنی بتا 2 منهای بتا 1. اما ما دو تا رابطه رو نوشتیم، یکیشون تراز شدت صوته، از این رابطه به دست می آمد بتا 1 برابر با 10 لوگاریتم آی 1 بر آی 0، یا بتا برابر با 10 لوگاریتم آی بر آی 0. اما اگر بخوایم بلندی نسبی دو صوت رو به دست بیاریم، از این رابطه استفاده می کنیم، بتا 2 منهای بتا 1 برابر با 10 لوگاریتم آی 2 تقسیم بر آی 1. خب اما این دو رابطه مفهومشون چیه؟ اصلا مفهوم تراز شدت دو صوت یا تراز شدت صوت چی؟ خب من از شما عزیزان میپرسم که باباتون سرمایه داره یا خیر؟ اول از محسن میپرسم که همیشه صحبت میکنه. خب محسن بابات سرمایه داره یا خیر؟ محسن میگه نه. بنابراین محسن گفت
بابام سرمایه ندارد. خب از سینا میپرسم، سینا خیلی زیاد حرف میزنه. خب سینا بابات سرمایه داره یا خیر؟ سینا هم میگه متوسط. خب اسکاوان که در این گوشه کلاس باز همون خیلی صحبت میکنه، اسکاوان میپرسم کاوان بابات سرمایه داره یا خیر؟ میگه داره. بله. خب کاوان میگه بله بابام سرمایه داره، سرمایه داره است. خب اما این درست نیست. این جوابای شما باید در جواب سوال من میگفتید که نسبت به کی. خب احتمالاً که سینا یا کاوان که پدرش سرمایه داره نسبت به یه نفری که کارتون خوابه سرمایش خیلی زیاد باشه، نسبت به اون بحثش خوبه. اما نسبت به کسی که 20 تا برج داره، 20 تا کارخانه هم داره، کرایه این 20 تا برج رو میگیره، درآمد 20 تا کارخانه هم داره، نسبت به اون اصلا سرمایش چیزی نیست، در حد صفره. بنابراین در اینجا ما باید سرمایه های افراد نسبت به هم مقایسه کنیم. در اقتصاد کارشناسان اقتصادی میان یک خط فقری رو تعریف میکنن، میگن خط فقر در این ماه هفت یا در امسال خط فقر 7 میلیون تومانه. این خط فقر. خط فقر 7 میلیون تومانه یعنی چی؟ یعنی اگر کسی 7 میلیون تومان درآمد داشته باشه تو ما، مخارجش با درآمدش یکیه. اما اگر کسی پایین تر از این مقدار درآمد داشته باشه، پایین تر از 7 میلیون، خب درآمدش با مخارجش نمیخونه، مخارجش بیشتره. بنابراین اینا زیر خط فقرن و کسانی که نیز درآمدشون بیشتر از 7 میلیون تومان تو ماه باشه، اینا درآمدشون بیشتر از مخارجشونه، بنابراین اینا بالای خط فقر قرار دارن. خب اما وقتی که در مورد تراز شدت یک صحبت میکنیم، بلندی آن صوت نسبت به صوت مبنا مقایسه میکنیم. خب اگر بیشتر در موردش صحبت کنیم، اگر شدت یک صوت برابر شدت یک صوت برابر شدت صوت مبنا باشه، ما بلندی اون صوت صفر میشه، تراز شدت صوت صفر میشه، یعنی بلندیش نسبت به بلندی صوت مبنا صفره. ما یه پیچ رو میشنه. وقتی که شدت صوت از این مقدار میره بالاتر، خب هرچه شدت صوت بیشتر باشه بلندی صدا بیشتر میشه تا میرسیم به یه مقدار معین. در این مقدار معین که بهش میگیم آستانه دردناکی، در اینجا خب شدت صوت به مقداری است که اگر از این مقدار بیشتر بشه ما دیگه صدا رو نمیشنویم، مثلا و گوش ما به درد میاد. بنابراین اگر شدت صوت از شدت صوت آستانه دردناکی بیشتر بشه ما دیگه چیزی رو نمیشنویم. خب در
گاهی هم اگر شدت صوتی از شدت صوت مبنا کمتر باشه، خب دیگه اون صوت رو ما نمیشنویم. این آی بزرگتر از آی صفر. اینم آستانه دردناکی بود. اینم صوت شنیده نمیشه. و اگر آی کمتر از آی صفر باشه، میبینیم که دیگه اون صوت شنیده نمیشه. بنابراین دیگه انرژی لازم و صوت برای شنیده شدن نداره. خب این دو تا خیلی شبیه به همن. خب کسی که روی خط پخت قرار داره، خب صدایی ازش شنیده نمیشه، چون میخواد درآمدش رو حفظ کنه که درآمدش کم نشه، یه کمی درآمدش رو بیشتر کنه. میدوه و در نتیجه صدایی ازش در نه. دقیقا مثل شدت صوت مبنا. اگر شدت صوتی مانده شدت صوت مبنا باشه. و کسانی که زیر خط فرق قرار دارن اینقدر میدوهن که درآمدشون رو یا حفظ کنه، یه کمی درآمدشون رو بیشتر کنه. بنابراین اینا اصلا ازشون صدایی نمیشنوی. دقیقا مثل اینجاست. شدت صوت اگر از شدت صوت مبنا کمتر باشه، خب ما صدا رو نمیشنویم. اگر کسانی باشن که یک کمی بالاتر از خط فرق قرار داشته باشن، اینا باید برای اینکه افت نکنن، یعنی درآمدش کم نشه و نه از اون خط فرق یا زیر خط فرق، بنابراین اینا هم خیلی تلاش میکنن و صدای آنچنانی ازشون در نمیاد. مثل این قسمته. شدت صوت یک کمی بیشتر از شدت صوت مبنا است، بنابراین بلندی صدا کمه. اما کسانی که در این حدودا قرار دارن، خب سرمایهشون نسبتا خوبه، مثلا درآمد ماهانشون 6 برابر 7 برابر مخارجشونه، اینا آواز میخونن، بلند حرف میزنن، همه کس صداشون رو میشنوه، تو مجلس متکلم وحده هستن، فخونا صحبت میکنن، همه میگن ماشاءالله عجب صدایی داره. این دقیقا اینجاست. در اینجا شدت صوت بیشتر شده، بنابراین بلندی صدا بیشتر. اما وقتی که سرمایه افراد خیلی خیلی زیاد باشه، مثلا کسی که 30 تا کارخونه داره، 40 تا برج داره، این درآمدش اینقدر از مخارج بیشتره که هی روی تپ میکوبه، 1000 تا دستگاه پخش صوت رو روشن میکنه و اینقدر میخوره که وقتی صحبت میکنه کسی صداشو نمیشنوه. این دقیقا مثل اینه که شدت صوت از شدت آستانه دردناکی بیشتر باشه. اگر بیشتر باشه دیگه گوش همه به درد میاد و صدا را نمیشنویم یا صدا را نمیشنویم. خب اما وقتی که دو صوت و نسبت به هم، یعنی بلندی دو صوت و نسبت به هم مقایسه می کنن، ماننده چی؟ خب وقتی که دانش آموزان پایه مثلا 12 یا 11 در کنکور آزمایشی شرکت می کنن، خب در هر درسی یه نمره میگیرن. مثلا محسن در درس فیزیک 30% زده، یعنی نمره خامش 30%. خب اما میاد تراز 6500، این 5000 باشه، تراز 6500 میاد. خب یعنی خوب، خیلی خوب زده، یعنی این نسبت به بقیه نمره خامش بالاتر. این تراز مشخص میکنه که نسبت به بقیه وضعیتش چجوری.
محسن این در درس مثلا فیزیک زده. اما محسن در درس دینی 70% میزنه. اما وقتی که ترازش میاد در درس دینی ترازش میشه 3500. ترازی این پایینه. چرا؟ چون سوالات خیلی آسون بوده، اکثرا از 70 به بالا زدن. بنابراین اینجا محسن نسبت به بقیه وضعش خیلی بده. اینجا هم بلندی نسبی همین جوریه. خب وقتی دو صدا رو نسبت به هم بلندیش رو میسنجیم، احتمالاً دو صدا دوتاشون بلندیشون خیلی زیاد باشه، تراز شدت صوتشون بالا باشه، اما نسبت به هم دیگه خیلی اختلاف داشته باشن. اما مسئله بعد، مسئله بعدی رو به تخته نوشتم. خب مسئله ما میگه دو چشمه صوتی ای و بی در یک محیط و یک مکان قرار دارن. این دو چشمه صوتی در یک مکان قرار دارن، مثلا در نقطه N هم چشمه صوتی A قرار داره هم چشمه صوتی B. خب و در یک محیط، وقتی این دو چشمه در یک محیط قرار داشته باشن، مثلا هر دو چشمه در هوا، امواج صوتی که تولید میکنن در هوا منتشر میشه و چون محیط انتشارشون یکیه، سرعت انتشارشون هم یکیه، چون سرعت انتشار موج صوتی به مشخصات فیزیکی محیط انتشار بستگی داره، نه به مشخصات چشمه موج. بنابراین چون صوت حاصل از دو چشمه در یک محیط منتشر می شوند، بنابراین داریم سرعت انتشار موج صوتی حاصل از چشمه A با سرعت انتشار موج صوتی حاصل از چشمه B یکسان و برابر B. خب اما مسئله ما میگه اگر نمودار جابجایی مکان این دو صوت به صورت نشان داده شده در شکل زیر باشد، نمودار جابجایی مکان، خب نمودار جابجایی مکان موج A خب با ماژیک آبی رسم شده و نمودار جابجایی مکان موج B با ماژیک مشکی رسم شده. خب نمودار جابجایی مکان چه چیزی رو به ما میگه؟ خب وقتی که موج صوتی در هوا منتشر میشه یا در یه محیطی منتشر میشه، خب ذرات محیط حرکت نوسانی دارن در راستای انتشار موج صوتی، یعنی موج صوتی موج طولیه. خب حین انتشار ما نقاطی داریم که بیشینه تراکم بهشون میگیم و نقاطی داریم که بیشینه انبساط بهشون میگیم. یعنی وقتی موج صوتی در هوا منتشر میشه، تراکم و انبساط هایی در محیط هوا منتشر میشه. خب ذره‌ای که در بیشینه تراکم قرار داشته باشه، این ذره در وضع تعادل خودش قرار داره، بیشترین سرعت رو داره، یعنی جا به جاییش از وضعیت تعادل صفره، اما در جهت مثبت حرکت میکنه. خب اینجا میشه بیشینه یه تراکم. خب اما ذره‌ای که در بیشینه انبساط قرار داره، این ذره نیز جا به جایش از وضع تعادل صفره،
با بیشترین سرعت حرکت میکنه ولی در جهت منفی. بنابراین این نقطه میشه این بیشینه تراکمه، بیشینه تراکم این میشه بیشینه انبساط، بیشینه انبساط. خب باز هم این میشه بیشینه انبساط، این میشه بیشینه خب تراکم، بیشینه انبساط، بیشینه تراکم، بیشینه انبساط. خب اما نقطه‌ای که در وسط بیشینه انبساط و بیشینه تراکم قرار داره، این نقطه حد اکثر فاصله از وضع تعادل خودش رو داره و سرعتش صفره. بنابراین این نقطه بیشترین دامنه رو داره. خب این میشه. بعد از اینکه به این موضوع اشاره کردیم و این موضوع مرور کردیم، ادامه سوال رو میخونیم. در نقطه M تراز شدت صوت، در این نقطه تراز شدت صوت A چند دسیبل بیشتر از تراز شدت صوت B است؟ خب میگه تراز شدت صوت A منهای تراز شدت صوت B برابر چند دسیبل در نقطه M؟ در نقطه M. خب لوگاریتم دو را هم داده، صدا. اما از اینجا شروع میکنیم. خب بتا A منهای بتا B، یعنی اختلاف تراز شدت دو صوت، برابر با 10 لوگاریتم آیه A بر آیه B. خب اگر ما بخوایم بتا آیه منهای بتا B رو به دست بیاریم، باید آیه A بر آیه B رو به دست بیاریم. اما شدت صوت حاصل از دو چشمه در نقطه M ما باید داشته باشیم، یعنی نسبت شدت صوت حاصل از چشمه A در نقطه M به نسبت شدت صوت حاصل از چشمه B در نقطه M. خب آیه A بر آیه B قبلا اشاره کردیم که شدت یک صوت با مجذور دامنه صوت و مجذور بسامد چشمه صوت رابطه مستقیم داره و با فاصله نقطه از چشمه صوت، یعنی با مجذور فاصله نقطه از چشمه صوت رابطه وارون داره. بنابراین میتونیم بنویسیم آیه A بر آیه B به توان 2 ضرب در F A بر F B به توان 2 ضرب در خب R B بر R A به توان 2. اما چون هر دوتا چشمه در یک نقطه قرار دارن، فاصله این نقطه M از دو تا چشمه یکی، یعنی فاصله ها اینجا برابرن، آر بی با آر ای، این میشه یک. خب اما نسبت دامنه A به دامنه B، نسبت دامنه موج A به دامنه موج B. خب دامنه A دامنه میشه بیشترین فاصله یه ذره هنگام نوسان از وضع تعادل خود. خب دامنه A میشه 2A. دامنه B خب میشه A، بنابراین این نسبت میشه 2. خب اما در مورد فرکانس، اگر یادتون باشه قبلا گفتیم که فاصله بین یک بیشینه انبساط با
بیشینی تراکم بعد از اون برابر لاندا دومه. اما فاصله بین بیشینی انبساط با بیشینی انبساط بعد از اون برابر لاندا است. یعنی در اینجا ببینید، در موج A، خب این میشه موج A که با ماژیک آبی نشون داده شده، این میشه لاندا، این میشه دو لاندا، این میشه سه لاندا. خب یعنی سه لاندای A برابر است با تا اینجا. خب این فاصله شد سه لاندا. اما برای موج B، خب فاصله بین بیشینی انبساط با بیشینی اینجا میشه بیشینی تراکم موج B. خب یعنی این میشه لاندا دوم، یک لاندا دوم، دو لاندا دوم، این هم سه لاندا دوم. پس میشه سه لاندا B دوم. خب سه با سه میره، در نتیجه لاندای B مساوی با دو لاندای A. اما اگر یادتون باشه لاندا برابر بود با V بر F، میشه لاندای B میشه V B بر V F، ببخشید بر F B، و برابر دو برابر V A بر F A. خب اما سرعت انتشار موج حاصل از دو چشمه برابره، یعنی این دوتا با هم دیگه میرن، در نتیجه ما میتونیم بنویسیم که F A برابر با دو F B، در نتیجه F A تقسیم بر F B، خب F A که میشه دو F B تقسیم بر F B میشه خب F B با F B میره میشه دو. خب در این رابطه، یعنی اگر این رابطه دوی ما باشه و این رابطه یک، در رابطه دو اعداد به دست آمده را جایگذاری می کنیم، از رابطه دو نتیجه می گیریم شدت صوت حاصل از چشمه A به شدت صوت حاصل از چشمه B برابره با A بر A B شد دو، دو به توان دو، ضرب در F A بر F B شد دو، دو به توان دو، ضرب در یک، این میشه دو به توان دو چهار، چهار ضرب در چهار میشه شانزده. خب اما از رابطه یک میتونیم نتیجه بگیریم که بتا A منهای بتا B برابر با ده لوگاریتم شانزده، که میشه ده لوگاریتم دو به توان چهار. خب اینجا میتونیم بنویسیم ده ضرب در چهار لوگاریتم دو. خب ببینید لوگاریتم A به توان A میشه N لوگاریتم A. خب اینجا من نوشتم 10 لوگاریتم 2 به توان 4 رو نوشتم، 4 لوگاریتم 2 میشه 40، لوگاریتم 2 رو هم که داره 13 هم. خب اگر این دوتا رو ضرب کنیم میشه 12 دسیبل، بنابراین گزینه 4 درست. موفق باشید.